من خودم سابقه همو بگم، قبل از انقلاب طلبه شدم، 5 سالم درس خارج از انقلاب حاضر رفتم، الان هم تهران هستم درس خارج مقام معظم رهبری شدم. ما سپاه رو داریم، بسیج رو داریم، نیروی انتظامی داریم، خودمونم هستم. اومدم من اتمام حجت دارم میکنم، خودم قاضی نمیدونم. پا چی هم بازی میدونیم؟ قاضی که زور نکنه. دو روز بعد از این منبر سردار رضایی بود، کی بود از نیروی انتظامی، آقا اینجا گفتش که حکومت حاضر است 10 میلیارد تومان خرج یه چنجرفی کمن و کمن تصدیق بده. اگر بخواهی جدل بکنیم، حالا خواهد غرور نگاه مکنیم، من غرور این من از جانب حکومت هم، اما حکومت میگن بحث غرور، بحث حکومت بحث بازی سازو. ما جایی که نیاز باشه وارد میشیم، مسجد هم خراب میکنیم، کل مسجد هم خراب، حکومت نساب داره. به حرف من شرفا بود شما بایی که ادعای شرف بکنیم به کی بگم؟ از تیله به دسته شدن ادعای شرف پدر من رو پشتن به کی شکار کنم؟ اگر پدر من شما نفید چرا قبلش مصادره کردی؟ چرا خرابش کردی؟ منافقین رو دیدی؟ نه چون شریعت مدارم دیدی؟ شد دیگران افراق بود دیگران هم خودتی بیدید چه خبره؟ بله آقا خواهی شما دید تو شما دید جبش علی دیگر در صدای ناله درم میاد گوشه کجا؟ دیگر اکثر هم دیگر شده از برکت رو بکنم ما دیگر هم در حرف آخر هست جالب نه که شما چه کردید؟ جنایه حدی دارد اینو اصلا برای تو گوشتی بکن بیرون من دارم میگم بسون خبرگزاری هر غلطی میخوام بکنم بکنم ما حکومت 27 سال جلوی خبرگزاری واسه هر چی دیگه میخوام بگم بگم تمام مردم ما میدونن خودمون میدونن ببین این طور حمله میکنه به خاطر اومده جلو به چه احترام به کرده من دفاع کنید از چی این نقطه به چه نوعی دفاع میکنید من دارم آقا یارو میکشید شما راست گفتید شما نگفتید همه چیز ملت مجانی میذارم فقط نگفتید همه چیز مجانیه من دروغ میگم شما دروغ میگید این دروغ نیست تجارت نداره شما رو خون شهدا نشستید من رو خون کی نشستم مردم دروغ شما رو باور کردن به من حمایت کردن این شد تو دیدی آمار پشتوانه بده خودت میدونی علت مخالفت دادگاه از اونم همینه چون من گرفتار رو جمع میکنم یک آمار خیلی سنگین این همه گرفتار میشه بدبخت اگر قبول نمیکنی حق داری تو شما اونور مرزی من نمیذارم اگه شما خیلی از ما چیزی ما خیلی بیشتر از شما داریم اگه شما در اتاق شکنجه پرونده ما نه در فضای باز تو کوچه خیابون اگه بخواید نظر مردم رو خودتون بدید یک روز آزاد بدید مردم بدید خود یک روز ولی من هیچ در دست نمیدم تو در بچه من هم من حاضرم کشته بشم شما این چه فکر از دست دارید ولی اینکه آزاد تو بد کنید بخشو نباشید ما همه چنگ و دندونشون بدید به من به چی ترس دارم شما میترسید الان محکم ایستادم چرا چون فهمیدم شماها میگید تعهدی کار آقا شما تعهدی من نفس نکشم من غیرت حسینی تو وجودمه من قدرات خود فاضله تو وجود منه من دیگه آقا شما تعهد دارید تعهد گرفت که من از پدرم از یه مردی طرف دفاع نکنم من دفاع میکنم از خط همینجا دفاع میکنم آبرو نداره آمده مرا دستگیر کند و به شکنجهگاه ببرد این آخوند این ملا که امروز دیگه آبرو تو کوچه و خیابون نداره آمده من میگوید همون حرفی که
استاندار مدینه به خدرم زد. یا کشته میشنی یا بیعت میکنی، یعنی میاد اونجا. اولا اونجا آمدن من به کنجه هاییست که چند وقت به من کردن، اهانت هاییست که به پدرم امیرالمومنین کردن. هر کس این 27 سال دل خوشی داشته از اونها خوش بهش گذشته اینجا نیاد. هر کس تو سری خور بوده حفظش رو بردن، نابودش کردن، ستم بهش کردن دنبال من. من مرجع گرفتارانم، به همه بگید. آقایم، خانوم ها، به همه بگوید. اینها از اطلاع رسانی نگران هم. اینها بایکوت خبری کردن و روزنامه های داخلی اسم من نیاد. یکی از اخوان من با خبر نشد. به همه اعلام کنید. به حقوق بشر اعلام کنید. به کوچه و خیابون. به تمام مردم اعلام کنید. چند روز قبل یک آخوندی آمده بود از وزارت اطلاعات. اول گفته بود میخواهد با ما مذاکره کند، ولی از شروع کلامش تهدید و تزریق استراب و فحاشی بود و او مرتب میگفت حکومت غالب است، حکومت برنده است، حکومت زور دارد. من به او گفتم که حکومتی که فقط شمشیر میکشد ناپایدار است. حدیث پیامبرم همین رو تأکید میکند که الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. پیغمبر فرمود حکومت اگر کافر باشد دوام پیدا می کند، ولی اگر ظالم شد نابود می شود.